میلتون فریدمن یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانهای قرن 20 بود. در تابستان سال 1912 فریدمن در بروکلین نیویورک در خانواده این مجار به دنیا آمد. او کوچکترین فرزند خانواده بود. مادرش در داروخانه کار میکرد و پدرش شغلهای مختلفی داشت. در سال 1932 از دانشگاه راتگرز مدرک لیسانس خود را گرفت. سپس فوق لیسانس خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و دکترای خود را از دانشگاه کلمبیا در همین رشته دریافت کرد. پس از فارغ التحصیلی او در دانشگاه شیکاگو شروع به تدریس کرد. او در طول عمر کاری خود مقاله های تاثیرگذاری نوشت و طرز فکر اقتصاددانها درباره پول، تورم و مصرف را تغییر داد. در سال 1976 او نوبل اقتصاد را دریافت کرد. به خاطر فریدمن، دپارتمان اقتصاد دانشگاه شیکاگو به شهرتی جهانی دست یافت و اقتصاددانهای معروفی در آنجا تحصیل کردند. برای مثال گری بکر که خود برنده نوبل اقتصاد شد در این دانشگاه تحصیل کرد. در دانشگاه شیکاگو با عشق زندگیش روز دایرکتور که خود اقتصاددان مطرحی بود آشنا شد. میلتون همیشه از کمک‌های روز به زندگی کاریش تعریف می‌کرد. در کنار کارهای آکادمیک، فریدمن کتاب‌های زیادی برای عامه مردم نوشت. در سال 1962 با همسرش کتاب سرمایه‌داری و آزادی را نوشت که با زبان شیوایش میلیون‌ها نفر را با اقتصاد آشنا کرد. فریدمن به زبان ساده به تمامی مردم توضیح داد که چگونه بازارهای آزاد می‌توانند همه چیز را از آموزش تا سربازی بهبود ببخشند. میلتون و روز در سال 1980 کتاب آزادی انتخاب را نوشتند، کتابی که بر اساس برنامه تلویزیون معروف فریدمن بود. او در این کتاب با استدلال اقتصادی از موفقیت‌های سرمایه‌داری دفاع کرد. فریدمن در سال 1977 از دانشگاه شیکاگو بازنشسته شد، اما بعد از بازنشستگی نیز فعال بود. او بالای 300 مقاله در نیوزویک نوشت. فریدمن گفت بزرگترین خدمت او مشاوره دادن به نیکسون در لغو سربازی اجباری بود. او کمیسیون را متقاعد کرد که لغو سربازی اجباری از نظر اقتصادی و سیاسی بهترین تصمیم است. کمتر اقتصاددانی به مانند فریدمن هم در دنیای آکادمیک و هم در دنیای رسانه به موفقیت‌های بزرگ رسیده است.